رحمان تاجیکستان را به خاکدان برای چین تبدیل می‌دهد. شکنجه دهی از طرفی ساختارهای قدرتی تاجیکستان. حکومت تاجیکستان واردات ادبیات های اسلامی را منع می‌کند. محیط شناسان تاجیک هشدار می‌دهند چین شرکت های ضرورآوری خود را منتظم به تاجیکستان می‌کشاند. سالهای آخر با بهانه مبلغ گذاری و ساختن زوادهای نوی گوناگون ساحه کشور چین شرکت های افلاس کننده اکولوژی را به منطقه تاجیکستان کشانید. مثلا سال گذشته حجم استحصال سیمنت در کشور به قله بلند برآمد و 2 میلیون تن را تشکیل کرد. علاوه بر این استحصال کنندگان اساسی سیمنت شرکت های چینی کارخانه مشترکی خواکسین غیور سیمنت، چونسای ماهیر سیمنت و غیره می باشد. غیر از این مبلغ گذاران چینی با این کفایه نکرده علاقه امروز ها در تاجیکستان شرکت های نو به نو ساخته استادن که کشاده شوی آنها به امسال به نقشه گرفته شده است. اگر چنین روند تمایل دوام یابد، سالهای نزدیک در کشور یکچند شرکت های چینی ویران کنندگان اکولوژی ساخته می شود. برخی از انسان ها احتمال اظهار اندیشه کنند که ساخته شدن چنین شرکت ها برای اقتصاد تاجیکستان خوب می باشد و با این جایهای کاری ایلاوگی پیدا می گردد. اما محیط شناسان هشدار می سازند. ساخته شدن چنین شرکت ها به اکولوژی تاجیکستان خطرناک می باشد. در محاسبه با آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس، محیط شناس با شرط نامش ناعیان می ماند خبر داد. با سبب پیدا شدن معمای اکولوژی، کشور چین شرکت های افلاس کننده اکولوژی را از جمله شرکت های سیمنت براری را از منطقه خود بیرون می برارد. طبق معلومات های آماری، زیاده از 90% شهرهای کشور چین نرمه ماده های ضررناک در هوا افزایش یافته است. بنابراین صاحبکاران چینی را مجبور ساختند تا اینکه شرایط فراهم برای تجارت خود کشورهای مناسب بیابند. برای استحصال کنندگان سیمنت کشور تاجیکستان مناسب ترین جای گردید، زیرا تاجیکستان با چنین مصالح ساختمانی احتیاج زیاد دارد. غیر از این کشور دارای قوه کاری ارزان می باشد که به فایده مبلغ گذاران چینی است. در خصوص نتیجه هلاکت آور بودن شرکت های سیمنت براری چینی کسی اندیشه می کند، با افسوس اظهار کرد کارشناس. چنین عقیده را نیز تحلیل کننده استرالیایی دیرک واندرکلی مقاله چین استحصالات چرکین سیمنتش را به تاجیکستان میکشاند نشر کرده است. متخصص آید به چین حالت را تشخیص کرده تهدید اقتدار استحصالاتی سیمنت چین به تاجیکستان خلاصه کرده است. از بس که درآمدی شرکت های سیمنت براری در چین با سبب خرج مصرف زیاد سخت نرم اکولوژی کاهش یافته است، صاحبکاران برای پهن نمودن استحصالاتشان از خارجه جای مناسب میکنند. در این زمینه کشور تاجیکستان برای مبلغ گذاران چینی جای مناسب می باشد، زیرا شرکت های چینی در تاجیکستان نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی طاقت خصومتی کمتر دارند. طول 3 سال آخر با مبلغ گذاری چین استحصالات سیمنت در شرکت های سیمنت براری تاجیکستان 5 مرتبه افزایش یافته است. در این اثنا بعد از انجام ساختمان هیاهو کشور تاجیکستان به معمای اکولوژی دچار می شود، زیرا استحصال سیمنت صناعتی از همه افلاس کننده محیط زیست در جهان به حساب می رود و منبع اساسی دی اکسید کربن و دود می باشد. جالب دقت می باشد که در عرفه کشاده شوی چنین شرکت ها رحمان شخصا اشتراک کرده، این را همچون پیشروی دولت و اقتصادیات تقدیم می کند. همه این باز یک بار دیگر نشان می دهد که رحمان نسبت مردم کشور به اعتنا و به پروا است که پیشتر به حالت مهاجرت دائمی مبتلا گردانید و از آن با بازه حربی روسیه خود را حمایت کرد. این چونین دین را از حیات منتظمانه دور ساخته استاده است. اکنون چی طوری که معلوم می شود، رحمان کشور را به خاکدان برای همسایه کشور چین تبدیل می دهد. شکنجه دهی یکی از اسلوب های مجبور کنی شهروندان عادی به اشتراک در حرکت های گوناگون اسلامی می باشد. حالت های کمی یافت می شوند که جبر دیدگان با شکایت نسبت کارکنان پلیس عرض می کنند. زیرا این نه تنها بهوده است
بلکه با حالتهای تهدید به خود عرض کننده بر می گردد. ولی ساکین شهر کولاب جاویدان حکیموف عزم کرد که خاموش نمی استد و در مرافع سودی آشکار بیان نمود که کارکنان حفظ حقوق نسبتی او شکنجه کردند. سنه 28 مارت سال جاری پس از انجام مرافع سودی حمایتگری دستگیر شده در مصاحب با رادیو آزادی بیانات داد. جاویدان میگوید که او را در بنای وزارت کارهای داخلی پرسش نگذراندند، بلکه به تحخانه وزارت کارهای داخلی درآورده با تیاق چوبی لاتکوب کرده با قوه برق شکنجه نموده بینیش را شکستند. ولی شاهدان جمشید خورشید، دلشاد تجلیف و نظام صدیروف شکایت حمایت شونده مرارت نمودند. جاویدان حکیموف با دو ماده های کودکس جنایی عیبدار دانسته می شود. ماده 187 تشکیل گروه جنایتی و ماده 401 زرخریدی. از حجت های پرونده جنایی معلوم گشت که جاویدان حکیموف سال 2013 وقتی در روسیه بودنش با برادرش عبدالجلیل حکیموف و همسایهش نصرت نظرف که در تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام اعضا بوده در عملیات های حربی بر ضد دولت عراق اشتراک می ورزیدند، منتظم در علاقه تلفنی بود. وزارت فرهنگ تاجیکستان واردات ادبیات های بی اجازت نامه مخصوص به کشور منع کرد. در این خصوص هم صحبت با رادیو آزادی مدیر شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان شیرعلی خواجایف خبر داد. نوابسته از شماره کتاب هایی که وارد می شوند، شهروندان باید از وزارت فرهنگ اجازت نامه گیرند. این به همه کشور و ادبیات ها نوابسته از آن که در کجا با کدام زبان و با چی گونه حروف ادبیات ها چاپ شده است تعلق دارد. ابراز نمود او. بنابراین اکنون واردات ادبیات های موافق نشده از آن جمله ادبیات های اسلامی منع می باشد. جالب دقت است که چنین منع کنی با بهانه غمخواری مردم درآورده شد. زیرا خدمات مطبوعاتی گمرک تاجیکستان خبر داد که چند پیش با ادبیات های دینی ممنوع شده شهروند تاجیکستان دستگیر کرده شد که از او ادبیات های نوشتجات کنزل حسین، تعبیر خواب، تاریخ شیعه های فرقه اسماعیلیه و بستانی سعدی شیرازی مصادره گردید. متخصصان قید میکنند که حکومت تاجیکستان نظارت عموی مردم را روز از روز پرزور کرده استاده است. در حالتی مذکور با بهانه منع واردات ادبیات های ممنوع شده در نوبت اول واردات ادبیات های اسلامی را میخواهد منع کند.